بینندگان عزیز درود فراوان بر شما در آخرین نشست کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که الان حدود 27 سال هست که سالیانه در شهر شیکاگو در امریکا تشکیل میشه و بیش از 3000 ایرانیان عزیز از کشورهای مختلف به اینجا سفر میکنن و در این کنفرانس حضور پیدا میکنند جناب مهندس فریبرز صحبا سخرانی داشتند با عنوان فروغ سرزمین مهر جناب صحبا به خاطر کارهای زیبای معماری که کردن یه شخصیت جهانی هستند و معماری ایشون چه در ایران و چه در کشورهای دیگر از مثل هندوستان و اروپا و آسیا بسیار چشمگیر بوده و شهرت ایشان جهانی هست اما در این نشست ایشون درباره تاریخ ایران اینکه چطور ایران در یک زمانی در زمان کوروش مهد تمدن و دوستی و یگانگی و الفت بین مردم های مختلف اقوام و قبایل مختلف و ملیت های مختلف بوده سخنرانی کردن و بعد اینکه چطور به یک دوران تاریکی و افول رسید ایران و چطور امروزه این فروغ مهد دوباره از ایران به چشم میخوره از شما دعوت میکنم به سخنرانی زیبایی که ایشون کردن و ما خواهش کردیم که با ما نشستی داشته باشند و دوباره این مطالب رو با ما در بیان بذارن توجه بکند جناب صحبا خیلی تشکر می که باز دعوت ما رو قبول فرمودید و به, به برنامه امروز ما ملحق شدید بسیار خوش آمدید خیلی ممنونم خیلی متشکرم بینندگان عزیز شما بیشک با چهره جناب صحبا مهندس صحبا آشنا هستید شخصیت ایشان شخصیت جهانی است و کارهای معماری زیبایی که ایشون در جاهای مختلف کردن واقعاً زبان زده عام و خاص است بنابراین و چون ما قبلا هم با ایشون مصاحبه های فراوانی داشتیم بنده ایشون رو مجدد معرفی نمی کنم. اما علاوه بر کارهای هنری و معماری که جناب صحبا می ایشون علاقه به مطالعات و تحقیقات در زمینه های دیگری دارند به خصوص در ارتباط با ایران تاریخ ایران و ادیان ایران و من شنیدم جناب که شما اخیرا در این کنفرانس فرهنگ ایرانی که سخنرانی فرمودی در مورد ایران سرزمین مه بخواستم خواهش بکنم که توضیح بدید این صحبت شما در م... چه موضوعی بوده موضوع صحبت من فروغ سرزمین مهر است فروغ سرزمین مهر فروغ سرزمین مهر بلده بلده. بله و اه این حقیقتا هدفم این بود که منظور من از سرزمین مهر البته ایران است بله. و هدفم این بود که نقش دیانت بهایی رو در اصولا در رابطه با تاریخ ایران و فرهنگ ایران مطرح بکنم در این کنفرانس که برای ایرانیان بود بله. منظور شما حالا این سرزمین مهر با تجربه ایرانی که ما داریم تجربه تاریخی داریم ایران رو چطور سرزمین مهر می‌بینیم بله اتفاقا این همین نکته این یک جور واکنش که هر کسی نشون میده بله. تا شما بگید سرزمین مهر این سال پیش میاد که حالا ایرانم سرزمین مهر است و این داستان و من در این مطلب صحبت کردم صحبتم رو با نشون دادن یک من با شما چون که حافظه خودم خیلی اطمینان ندارم یاد داشتم و ازش استفاده میکنم یاد داشته که تو اون جلسه صحبت کردم که انشالله فراموش نکنم این بله علامت سن و سال است ام بله اشاره کردم به این لوحه کوروش کبیر بله. که حقیقتاً شاید بگم قدیمیترین داستان تاریخ بشر رو و تاریخ تمدن ایران رو مطرح میکنه داستانی که از تورات قدیمی تر است چون که حتی در خود تورات هم ذکر اون داستان هست داستان چون میدونیم که کوروش بدون جنگ و خونریزی بابل رو فتح کرد و یهودیان رو که در بند و بردگی بودند آزاد کرد معابد اونها رو ساخت اونها رو کمک کرد که به زندگانی خودشون و به سرزمین خودشون برگردن معابد اونها رو آباد کرد و بعد وقتی که به گفته خودش به سلطنت چهار گوشه جهان رسید چون حقیقتا جهان در اون موقع اون چی که میدونستن از جهان همونی بود که ایران بود اه. یعنی وسعت ایران بود اون منشور خودش رو نوشته است و این منشور در سال 1879 که در اون موقع بهاءالله الله در زندان عکا زندانی بود به وسیله یک مستش... باستانشناس یک باستان شناس انگلیسی آسوری به نام هرمز رسام کشف شد پیدا کرد این رو و این داستان رو این کل این داستان از این لوحه به دست ما میرسه و میبینیم که چطور کوروش برای، یعنی برای اولین بار با این فتحی که کوروش کرد و این اتصال و, و اضافه شدن منطقه کل بابل و قسمت غرب ایران که حتی تا قسمت هایی از افریقا و قسمت از یونان می رسید حقیقتا برای اولین بار حکومت جهانی مطرح شد یک حکومت جهانی برای که <applause> برای اولین بار زندگانی ادیان مختلف در کنار هم مطرح شد برای اولین بار ارتباط کشورهای مختلف نژادهای مختلف مطرح شد و این واقعا پیام مهر کوروش در این منشور ند... ندای محبت و دوستی و همزیستی و حقوق بشر و انسانیت هست که او بلند میکنه و حقیقتا می بینیم که این منشور در واقع اساس اکثر منشورهایی است که برای حقوق بشر و برای کرامت انسانی نوشته شده حتی در اساسنامه ها قانون های اساسی ممالک مختلف حتی در قانون اساسی امریکا مشهور است که از این اه، از اه، به تدریج که همطور اضافه شده قسمت های مخت... مختلفی از این الهام گرفته شده حالا من اه، اه، یه قسمتی از اون متن رو خوندم البته در جلسه که این رو برای شما در اینجا میخونم میگوید منم کوروش شاه بزرگ شاه دادگر شاه چهار گوشه جهان آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم همه مردم مقدم مرا با شادمانی پذیرفتند مردوک خدای بزرگ دلهای مردم بابل را به سوی من گردانید زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم و من شهرهای آن سوی دجله که ویران شده بود را از نو ساختم فرمان دادم نیایشگاههایی که بسته شده بود را بگشایند همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم باشد که دلها شاد گردند من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده هم، تا روزی که مزدا توفیق سلطنت را به من میدهد هرگز خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند من امروز اعلان می کنم هر کس آزاد است هر دینی را که میل دارد بپرستد و هر در هر نقطه که میل دارد سکونت کند و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد ببینید واقعا وحدت جهانی وحدت یک وطن این دنیا یک وطن است همه چهار گوشه عالم مملکت شماست هر جا که خواستید برید هر کاری که خواستید بکنید هر دیانتی رو که خواستید داشته باشید هر خدایی رو که خواستید بپرستید میگوید حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و مأموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد این دو هزار و بیشتر از 2500 سال پیش داریم صحبت میکنیم در حالی که رسم بردگی از امریکا چند سال پیش خوردهی خورده ای پیش از برداشته شد و بعد میگوید که از مرزدا خواهانم که مرا در اجرای تعهداتی که نسبت به های ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده هم موفق گرداند حالا این داستان این استوانه گلیست که ما امروز در دنیا به عنوان سمبل واقعا وحدت و اتحاد و محبت و یگانگی و برادری و همزیستی شناخته شده و این نور از ایران ما برخواست این قضیه برمیگرده به 2500 اندی سال قبل. اما فکر می کنم شما هم موافق باشید با بنده که تاریخ ما حاکی از این هست که این متفاقه. مهر همیشه نه نه. نبوده. برم. بله. بله. کاملا درسته. اتفاقا صحبت من این است. نکته صحبت این است که 2500 سال قبل فروغ مهر از مملکت ما برخواست. بله. ولی وقتی که تاریخ رو نگاه بکنیم وقتی برگردیم ببینیم میبینیم که اگر همین استوانه گلی زبان داشت چون این در اون زمانها بوده و به ما میگفت که چقدر چه قتل آم ها، چه کشتارها، چقدر از،, از رومی ها گرفته تا یونانی ها تا اعراب تا مغل ها، سلیبیون، در این منطقه ای ایران و عراق و سوریه چه خونها و چه کشتارها که ریخته شد و واقعا وقتی این رو به سر بشنویم میفهمیم که چرا 2500 سال است که این نور این فروغ این پیام اصلا به کل فراموش شده مه و نابود شده رفته زیرا که نگاه میکنیم میبینیم که نگاه میکنیم این تاریخ میبینیم که چند هزار مزدکی چند هزار مانوی شاید میلیون که کشته شدن اونها رو پوست کندن و پر از کاه کردن بعد چطور چند میلیون زرتشتی در مملکت ما در مملکت خودشون به خاک و خون غلطیدن و زیر پای اسبان عرب نابود شدن چه معابد و آتشکده های زیبا و باشکوه و مجللی که با تل خاک یکسان شد چه در ایران چه در هندوستان شرق آسیا در همه اینا آثار هنری بی‌نظیر در یه شهر ماتورا در هندوستان اگر شما برید میگن که از صدها معبدی که در اونجا بوده و همه خراب شده به دست به قول اونها به دست ایرانیان خراب شده فقط چهار تا معبد مونده اون چهار تا الان شاهکارهای هنری عالمان میلیون ها آدم از سر تا سر دنیا میرن اون چهار تا معبد رو که از اون صد تا باقی مونده ببینن چقدر زیباست چقدر عظمت داره مجسم کنید اون مهتر بود از اینجا خب حالا این و در چه اتفاقاتی افتاد اول اعراب ترک ها رو به غلامی گرفتن به سپاهیگری گرفتن ترک ها بر علیه اعراب شوری هن و داشتن مملکت رو در دست می گرفتن و یه مقداریش رو گرفتن و بعد چطور اعراب برای حفظ وضع سلطنت خودشون به مغول ها پناهنده شدن مغول ها رو به این مملکت آوردن و مغول ها که آمدن چه خیامها رو که سر بریدن چه ابو علی سینا ها و مولوی ها که در به در از یک گوشه به یک گوشه هر ماه زندگیشون من زندگی ابو علی سینا رو میخوام انسان متحیرمون این بیچاره چطور ماهی کش... از یک جا به از یه شهری به یه شهری فرار میکرده چطور تونسته این تحقیقات و این مطالعات و این کتاب رو در یه همچین موقعیتی بنویسه یا خود مولوی که در به در از ایران بالاخره به... به روم رفت و به, چه وضعیتی و چه شعرایی رو که لب دوختند نویسندگان دانشمندانی رو که لب دوختند تمام این زن، اینها رو به این ترتیب و کار به جایی رسید که به جز تعصب و جاهلیت و نادانی در مملکت نمان در این سرزمین نموند و دیگه کار به جایی رسید که حالا امروز البته ابدا ندایی از ندای مهر نیست ندای مهر نیست در این مملکت الان تمام فقط ما دشمنی و نفرت رو میبینیم اما این نکته اصل صحبت من است حالا وقتی که فکر میکنیم میبینیم که چقدر افرادی رو که به دست پادشاهان صفوی در به دستور اونها در جلوی تخت خودشون زنده زنده خوردن دیگه اصلا توهش به کجا دستور میدادن بخوریدش در تاریخ مستوره که میخوردن هر کس رو که پادشاه از اون راضی نبود تمام و این اه نتیجه،, نتیجه اون شد که اون چهار گوشه جهان که کوروش از اون صحبت میکنه اکثرش به دست پادشاهان بلحوث قاجار مثلا برباد رفت به این کشور به اون کشور تقسیم شد و یه قسمتی از ایران باقیمون که امروز ما داریم اون قسمت قسمت بسیار ناچیزی در مقابل اون جهان و حکومت جهانی است که در اونجا داره جناب صفا این مطلبی که شما بهش اشاره می‌فرمایید در واقع یک تناقضی هست بین اون چی که در لاقل ادبیات و حتی ادبیات مذهبی در ایران وجود داشته و اون که در جامعه در عمل صورت گرفته یعنی مگه انسان به جامعه نگاه نکنه ببینه خب در این دوران هزار و اندی سال لاقل گذشته حتی در دوران ساسانی مطالبی که وجود داشته اشعاری که شاعران سرودن مطالبی که متصوفه نوشتن مطالبی که اهل دین بیان کردن در, در حرمت انسان در شرافت انسان از این خیلی مطالب زیبایی گفته شده اما در عمل میبینیم که چقدر انسان تحقیر شده چقدر سرکوب شده چقدر اقوامی که دگراندیش بودند، کشته شدن لبشون دوخته شده فلان این حقیقتا اون سرزمین مهر یا فروغ مهر رو که در زمان کوروش شما میفرمایید چون در زمان کوروش حقیق حقیقت بوده بله یعنی اون چیزی که او گفته این حد پروری و این در تورات ثبت است بله در تورات ثبت بله. است بله. معلوم است که حقیقتا کوروش این کار رو کرد ببینید این اول از همه خب اینی که شما این تناقض شما میفرمایید در تاریخ دیده میشه مشخص است در همه جا شما ببینید این همه نوابق که در روسیه دوران تزار در زمان استبداد و در زمان فلان این همه دانشمند و نویسنده و هنرمند که از این سختی ها جوشیدن از این آتش شعله, شعله کشیدن بیرون آمدن ما دوران نگاه بکنیم دوران شکوفایی ادب و هنر و ادبیات روسیه در بدترین دوران اون دوره همین این که, که هست که وقتی فردوسی و ابو علی سینا اینا افرادی هستند که در دل این تاریکی آمدن ولی حقیقتا اونا خودشون حتی در اون زمان صدای اونها به گوش کسی که نمی‌رسید امروز ما اینا رو می‌شنویم و داریم بله. خودشون یک موجوداتی بودن از یک بیغوله به بیغولهی فرار می‌کردن و این بوده اما اصل مسئله این است که واقعا هدف کوروش هدف اون بود که دنیا و مردم و حقیقتا زندگی مردم اون رشد بگیره این مطلبی است که من عرض می کنم و در داستان میگم و میگم که چطور امروز بعد از این 2500 سال این مطلب رو این مطلب ادامه پیدا کرد حقیقتا مهر اون مهر ایزدی اون نور الهی که در پیام کوروش بود اصلا تاریک شد محو شد وجود نداشت گفتنش بی معنی و مصرف بود و اونچه که من در صحبت من است اصل مطلب صحبت من این است که و حالا که پیام اصلی خودش رو پیام اصلی خودش رو بر این محور گذاشت بر محور یگانگی و وحدت عالم انسانی گذاشت و امروز اون رو ما باید بر ببینیم باید تاریخ رو مطالعه کنیم من در صحبتم به تاریخ برمیگردم مراجعه میکنم میگم چطوری در درست در زمان قاجا در اون زمان در خانه یک, یک در زمان فتلی شاه یک شخص بسیار هنرمند اهل قلم و خط هنرمند بسیار مشهور ما میرزا عباس که میرزا عباس نوری که فتلی شاه قاجار به اون لقب به خاطر بزرگی و اه اه هنرش به اون لقب بزرگ داد و قبای سلطنت خودش رو برای او هدیه فرستاد و او رو از تمام املاک او رو از جمعی ام ام مالیات معاف کرد او رو به مقام در واقع حکومت لورستان رو به ایشون واگذار کرده بود و ایشون دوست صمیمی و همدم و یار استاد قلم جناب ابوالقاسم فراهانی صدر اعظم فتلی شاه بود و وزیر دربار وزیر بود مقام وزارت داشت ایشون در نور مازندران در تاکور و در تهران املاک بسیار مفصلی داشت و در نهایت واقعا جلال و شکوه در اون منطقه زندگی میکرد من عکس تابلوی رو نشون دادم که ایشون خودش خطاتی کرده بود و بر سردر خونه خودش که پسر او میرزا حسین علی که بعدها ملقب به بحالا شد در اونجا زندگی میکرد و اون لوحه امروز بعد از خراب کردن منزل او در تاکور اون لوحه رو منتقل کردن به سردر مسجد تاکور در نور مازندران موجود است بر اون نوشته بود با خط زیبای خودش نوشته بود بر درگه دوست چون رسید گول بیک کنجا سلام راه دارد نه این وادی عشق است نگهدار قدم این عرض مقدس است فخل نه علیک این نگاه میکنیم میبینیم که چطور به حالا تا 20 سالگی در همین املاک پدر در تاکور البته ایشون پسر ارشد میرزا عباس نبود ولی به خاطر مقامش و به خاطر احترامی که داشت ما بین همه و به خاطر شخصیت به خصوصی که داشت مورد علاقه همه بود و در نتیجه تمام امور میرزا عباس امور منزل به عهده ایشون بود ایشون علاقه ای به مقام وزارت و دربار و تشکیلات نداشت ولی تمام امور دیگه میرزا عباس رو اداره میکرد تا اینکه در در سن ایشون و در سن 20 سالگی ایشون با یک خانمی به نام ام ام آسیه خانم که لقب نواب داشت نواب به معنی اه خاتون اه والا حضرت یا اولیا حضرت هست به خاطر مقام خانوادش این مقام ازدواج کرد در سن 20 سالگی و ایشون 22 ساله بود که پدرش میرزا عباس سعود،, سعود, کرد فوت کرد در اون زمان البته بعد از مرگ فتلی شاه و قتل بسیار قمنگیز ابوالقاسم فراهانی و روی کار آمدن حاجی میرزا آقاسی اوضاع وضعیت عوض شد و واقعا و میرزا عباس را از مقام حکومت لورستان برداشتن اما و خب قسمتی از املاک و قصر و خونه او از بین رفت اما ایشون هنوز خانه بسیار زیبا و مجللی در دروازه شمران داشت و همینطور در تاکر و با حالا در اون وضعیت و با اون حالا علتی که من اشاره می کنم هی به این زندگی اشرافی و قصر و زندگی مجلل منظورم این نیست که افتخاری بر با افتخاری بر حالا نبود اون ولی میخوام اینه بگم که ایشون از چنین وضعیتی به این وضعیت رفاه و جلال و شکوه و آز زندگی خوش پشت کرد و چطور در سن 27 سالگی ایشون باب در شیراز ادعای مسریت کرد و هزارها بلکه صدها هزار مردم ایران که از ظلم و واقعا جهالت و تعصبات جاهلیه زمان به تنگ آمده بودند به او گرویدند و او پیام یک زندگانی جدیدی میداد پیام آمدن زمانی رو میداد که دیگر دوران فقط تقلید نیست فقط اجتهاد و تقلید نیست تو باید خودت فکر کنی بیاندیشی دورانی هست که زن هم راه تو هست هم دم تو هست مثل بال کبوتر دوباره کبوتر هستید با تو مساویست و در زمانی که و, و بسات این که تو فقط به حرف دیگران عمل کنی و تقلید کنی گذشت تو باید فکر کنی و مسئول امور خودت هستی این زمان رسیده است و او اشار و او بشارت میداد به ظهور موعودی که خواهد آمد و کرامت انسانی رو دوباره به انسان برخواهد گردوند به انسان مقام او رو بر مقام انسانیت بلند است و او این مقام رو به دست خواهد آورد و به مردم حقوق مساوی عدالت و برابری و برادری و اتحاد از هر دین و مذهب و نژاد و رنگ و جنسیتی که هستی مساوی باشه این دوران خواهد آمد و او بشارت میداد و به همین دلیل ادی زیادی بود گرویدن حسین علی میزا حسین علی هم خودش از جزو اولین کسانی بود که به باب ایمان آورد و چون باب اکثر ایام خودش رو در اون زمان در زندان بود اگرچه بسیار جوان ولی تا از اون سالی که امر خودش رو اعلان کرد تا روزی که او رو جلو جوخه اعدام گذاشتن و تیر باران کردن همش در زندان بود و در بدری بود به هاولا در عمل وظیفه راهنمایی و کمک به بابیان رو در, در قیاب او احتدار بود ایزه فهمید پس چون شما الان این سابقه تاریخی رو بیان کردید فکر میکنم که حالا شما مطلب رو دارید به این نحو بیان میکنید که اون فروغی که در گذشته در 2500 سال بوده امروز چگونه منعکس هست این دنباله این مطلب رو برای نشست بعد موکول بکنیم بنده. در خدمت شما بسیار. بسیار. خیلی ممنونم قربان شما بینندگان عزیز سپاس گذاری می کنم که به برنامه امروز ما توجه فرمودید همونطور که ملاحظه کردید چون سخنرانی جناب صحبا بسیار طولانی بود ما تصمیم گرفتیم که این برنامه رو به دو قسمت تقسیم بکنیم و قسمت دوم این مصاحبه ما با ایشان در نوبت دیگر پخش خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که در نشست بعد به دنباله این مصاحبه توجه بفرمایید. جان و روانتان خوشبا